که این کتاب پیرامون جوانان نوشته شده، دیدیم که واقعا این قشر به حاشیه مانده، دیدیم که این قشر در حال تلف شدن است. بازار کتاب فعلا با رکود مواجهه. آیه قرآن شریف هم است که ولقد کرمنا بنی آدم، در اینجا هیچ مشخصی نکرده که کدام طیفی از مردم کرامت دارد. بدبختی جامعه ما به خاطر همین جهل است، به خاطر همین است که ما واقعا به او فهم و درک واقعی نرسیدیم. به نام یاد خداوند، عزیزای بیننده سلام، امیدوار هستم که خوب و سری حال باشید. در ادامه برنامه های قبلی کانال افغان بان، امروز قرار معرفی یک شخصیت های بزرگ در عرصه نویسندگی با خود داشته باشیم. تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. خب عزیزا، قسمی که در آغاز برنامه برایتان گفتم، امروز آمدیم در کنار یک شخصیت بزرگ و جوان فعال در عرصه نویسندگی که از ایشان می‌خواهیم در مورد خودشان و کتابی که نوشته کردن برای شما بیشتر بگویند. آقای شکرالله محبی، بسیار خوشحال هستیم که امروز در کنار شما قرار داریم. همچنان بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندگانتان. همچنان تشکر می‌کنم از این فرصتی که برای ما مهیا ساختید تا ما هم بتوانیم برای کسانی که میخواید با این اثری که جدیدن نوشتم آشنا شود و آگاه شود از اینکه در این کتاب چی محتوایی وجود دارد. واقعا که تشکری بسیار زیاد میکنم. سلامت باشین. آقای محبی، چی انگیزه باعث شد شما این کتاب نوشته کنین؟ محتویات که در این کتاب شما جای دادین چی می باشه؟ بیشتر در مورد کی هست؟ از نامش معلومه که در مورد جوانانه، اگر بیشتر بگویین در مورد با ما. اما قسمی که شما ملاحظه میکنید اسمی کتاب دریا آینه جوانان است. اما قسمی که شما گفتید، این کتاب پیرامون جوانان نوشته شده و ما انگیزه ای که چرا آمدیم این کتاب را نوشتیم، واقعا محرومیت جامعه ما بود و جامعه به چنین اثر احتیاج داشت تا ما چنین اثر را بنویسیم. و همچنان از همه مهمتر این که جوانان که سرمایه واقعی هر جامعه است و سرمایه بیبدیل که هیچ ثروت و سرمایه دیگری نمیتوانه جایگزین این ثروت و سرمایه که جوانان است و نیروی فعال کاری است شود، دیدیم که واقعا این قشر به حاشیه مانده، دیدیم که این قشر در حال تلف شدن است و امی کار و امی ملاحظه مشاهده ما از جامعه خود ما باعث شد تا ما بیاییم این اثر را بنویسیم تا کمکی باشد در راستای شناخت جوانان از خودشان و همچنان حل بحرانات موجود از سوی نظام حاکم. بسیار خوب، شما در مورد کتابتان و نیازمندی جامعه گفتین، اما در مورد خودتان نگفتین. خودتان از کجا شروع کردین؟ در چی رشته تحصیل کردین؟ و یک کتابی که نوشته کردین، آیا امروز ما میبینیم که در بازار و در جامعه بیشتر علاقه مندی کتابخانی بین جوانان و افرادی که در اینجا زندگی میکنن وجود نداره؟ بس چطور شما ای را یک دفعه در ذهنتان آمد که یک کتاب ما نوشته کنیم که جامعه و افراد جوان و فعالی که در جامعه وجود داره از این کتاب بهره مند شود؟ بنده از ابتدای ای که پای در عرصه آموزش گذاشتم و آمدم از صنف اول مکتب را شروع کردم، با امی انگیزه بودم که بتوانم یک همکاری برای جامعه خود ما باشم و در برنامه های متعددی سعی میکردم مقالات شعر بخوانم و همین قسم سخنرانی هایی داشته باشم از ابتدای آموزش. دوران مکتب خو با چندین برنامه ها ما شرکت کردم، سخنرانی هایی داشتم و همین قسم دوست داشتم که یک رشته ای را بخوانم تا از حقوق و ارزش های جامعه بتوانم دفاع کنم. لذا من علاقه مندی زیادی به رشته حقوق داشتم
که بتوانم هم حقوق حق خود رو بشناسم و حق حق جامعه را. لذا ما آمدم رشته حقوق را خواندم و فعلا کارشناس رشته حقوق هستم و انگیزه می بود که از حقوق خود و جامعه دفاع کنم. تا حالی خوب جامعه ما طوری بود که نمی شد ما واقعا نقشی بگیریم برای دفاع از حقوق جامعه و بگونه ای که جامعه و نظام طوری دیگری بود. رابطه ها بیشتر از رابطه ها ارزش داشتند. در استخدامات دولتی، دولت پیشین و همین قسم دولتی که فعلا حاکم است باز به ما رابطه ها ارزش بیشتر میده. کدام رابطه؟ منظور از واسطه های موجود نیست. منظور از این است که نظام حاکم خدمت به گروه را مقدم میدانه بر توانایی ها و استعداد ها. لذا ما خواستیم به صورت مستقلانه یک راه را انتخاب کنم برای خدمت به جامعه و دفاع از حقوق جامعه که نوشتن همین اثر بود. البته این اثر از خیلی وقتها پیش ما در صدد ای بودم که این اثر بنویسم، چون امو قسمی که عرض کردم نظام پیشینم یک نظامی بود فاسد و رابطه ها بسیار ارزش داشت نسبت به ضابطه و معیار و استعداد و لیاقت. استخدامات خب بر اساس رابطه و واسطه بود، بر اساس رشوت بود. قشری جوان واقعا یک قشری بود که به حاشیه ماند. شما ملاحظه میکنید که با چی تعداد جوان ها از کشور خارج میشه، با چی توهین و تحقیرهای در کشورهای خارجی زندگی میکنه، فقط به خاطر این که به یک لقمه نان برسد و از این فقر و بدبختی موجود در جامعه خود فرار میکنه. وگرنه چی لازم است وقتی یک کسی بتواند در کشور خود با احترام و کرامت با مو وقار خود زندگی کنه و نانی برای خوردن داشته باشد، درآمد کافی داشته باشد، زمینه کار وجود داشته باشد، آیا عاقلانه است که چنین افرادی به بیرون از کشور برود؟ هیچ وقتی کسی غربت را بر وطن خود ترجیح نمی دهد اگر مجبوریتی در میان نباشد. بسیار خوب، خیلی واقعا امی جامعه ما ارزش جوانان را نمی داند. ده نیاز هست که روی این مسئله کار شد. ما هم از حکومت تقاضا داریم که در این مورد توجه بیشتر را داشته باشه. بسیار زیاد تشکر که در مورد نیازمندی جامعه گفتین. فعلا اگر بیشتر در مورد خود کتاب بگوین که در این کتاب چه چیزهایی وجود داره و بیننده های ما که میبینن این کتاب وقتی دریافت کردن از وقتی را بخوانن از چه مسائلی آگاه میشن. اما قسمی که ما گفتم محتوایی که در این کتاب گنجانده شده پیرامون جوانان است و با مطالعه این کتاب جوانان شناختی بیشتر از خود پیدا خواهد کرد که این کتاب در فصل اولش آمده در مورد جوان و ماهیت او بحث شده، به صورت اکادمیک روی واژه جوان و تعریف جوان پرداخته شده و همین قسم جایگاه و اهمیت جوان در جامعه، ارزشی که جوان در جامعه داره و همچنان تعبیری که در این کتاب به کار برده، جوانان در تشبیه به دریا نوشته شده، آمده این تعبیر را شرح داده که چرا این تعبیر را ما به کار بردیم، چرا این دو سرمایه ستر را در کنار هم قرار دادیم. وقتی دو چیز به هم تشبیه میشه باید سنخیتی بین اینا باشد، باید تشابهاتی بین از اینا باشد که اینا به هم دیگر تشبیه میشه و همچنان جایگاه جوانان در افغانستان به بحث گرفته شده. در فصل دوم عنوان فصل کودکان امروز جوانان فرداست. ما چگونه کودکان امروز خود را که بی تردید جوانان فرداست چگونه تربیت کنیم تا فردا یک جوانان مفید، مؤثر و فعال داشته باشیم. در فصل سوم در مورد مزیت‌های منحصر به فرد جوانان آمدیم صحبت کردیم
توانمندی ها و استعدادهای منحصر به فردی جوانان آمدیم و بحث گرفتیم. کدام توانمندی ها، کدام استعدادها در جوانان هست که در اقشار و طبقات سنی دیگر مثل کودکان، بزرگسالان و کهنسالان وجود ندارد. و در فصل چهارم پیرامون تهدیدات فراراه جوانان آمدیم بحث کردیم. تهدیدات فراراه جوانان مثل بحران هویت و ناامیدی و وجود ابهام و همین قسم تا آخر آمدیم بحث کردیم کدام دامهایی هستند که جوانان ما را ممکن است به هلاکت برساند و ما باید این تهدیدات را از فراراه جوانان جامعه خود و اگر جوان هستیم از فراراه خود برداریم. در فصل پنجم آمدیم از مهمترین اتفاق و حادثه‌ای که میتواند تمامی زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار بدهد که ازدواج است آمدیم بحث کردیم. عنوان فصل ازدواج و ناگذری جوانان از عشق است که آمدیم و بحث گرفتیم و در این فصل از قانون احوال شخصی اهل تشیع و قانون مدنی که بر مبنای فقه حنفی هست اغلبا آمدیم بحث کردیم. در فصل ششم که به نحوی یک فصل نهایی است و جنبندی باید باشه و همین قسم باید ارزش هایی که ما به دنبال او هستیم از این کتاب در اونجا بازتاب بتیم آمدیم در مورد مفیدیت و مؤثریتی فرد در جامعه صحبت کردیم که یک جوان چگونه میتواند در جامعه خود مفید و مؤثر واقع شود. آمدیم این را به بحث گرفتیم. کلن ما تلاش کردیم که در این کتاب در حدود 210 صفحه و همراه با بقیه زمایم خود در حدود 220 صفحه تلاش کردیم که در واقع یک دانشگاه را از جوان در اینجا بگنجانیم و هر کسی که بخواه این کتاب را بخونه و به می فهم و درک برسه که جوان در جامعه تا چه حدی میتواند ارزشمند باشد و تلف شدن این جوان، فرار این جوانان از کشور میتواند چقدر ضایعه جبران ناپذیر باشد. در این کتاب منابعی که به کار رفته خب قرآن شریف است که ما جامعه اسلامی هستیم و تلاش میکنیم بسیاری از اثبات ها را بر اساس همین قرآن اثبات کنیم، چیزهایی را که میخواییم به اثبات برسانیم بر اساس آیات قرآن شریف به اثبات برسانیم. کتاب های متعددی مثل بهار الانوار، موازی العددیه، نهج البلاغه و سایر کتاب هایی هست ارزشمندی که از اهل تشیع و اهل تسنن است در این کتاب به کار رفته و در اثبات صحبت های خودم اینجا آمده نقش گرفته. هرچند محوری بحث اصلی در این کتاب برخلاف سایر کتاب ها که می آید کتاب نظرات دیگر ها رو می آره در کتاب می گنجد و در اخیر ممکن است نظرات خودش باشه یا حتی امو هم نباشه. در این کتاب ما آمدیم تحلیلات و درک و فهمی که خود ما تا به این مقطعی از سن خود رسیدیم، تجاربی زندگی، فهم و درک خود را در اینجا آمدیم گنجانیدیم و تحلیل کردیم و که جوانان چی کسی است و تا چه حدی میتواند یک سرمایه باشد و در اخیر در تایید صحبت های خود از کتاب های متعددی اسلامی و غیر اسلامی و حتی کتاب های خارجی مثل آقای حراری، مثل آقای تریسی، راین تریسی، از اینا هم استفاده شده و سایر کتاب ها. بسیار خوب، بسیار خوب. برای آینده ها چه برنامه داری؟ باز هم ادامه میدی؟ کتاب نوشته میکنی؟ به نوشتن و نویسندگی ادامه میدی؟ من وقتی برای چاپ کتاب در چند جای از آدرس انتشارات ها مراجعه کردم، وقتی که انتشارات ملاحظه میکرد محتوایی که در درون کتاب است، علاقه مندی زیادی برای چاپ کتاب نشان میداد، ولی اونا نگرانیش ای بود که بازار کتاب فعلا با رکود مواجهه و توصیه اونا به ما ای بود که شما
معطل کنید تا یکی وضعیت کشور معلوم شود که به کدام سمت میره و وضعیت اقتصادی کمی بهتر شود و ما این کتاب تو را به چاپ میرسانیم. باز ولی ما به خاطر ضرورت جامعه آمدیم با هزینه شخصی خود، با پذیرش امی ریسکی که ممکن است هزینه چاپ کتاب حتی پوره نشود، آمدیم با هزینه شخصی به چاپ رساندیم و امیدوار هستم که این کتاب در عرصه خدمت به جامعه و اینکه جامعه را بتوانه یاری برسانه ممید واقع شود. بسیار خوب، بسیار خوب. در آینده تصمیم نوشتن کتاب های دیگه هم داری؟ در آینده من چند تا کتاب دیگر هم هسته، یکی یک دنیا دنیا که یک مقداری مسلکی تر است در رشته حقوق، از حقوق بشر آمدیم صحبت کردیم و ارزش هایی که یک فرد داره. در واقع هر فردی در این دنیا خودش یک دنیاست، اما قسمی که در قرآن شریف میگوید اگر یک فردی بیگناه کشته شود و یا یک فردی بیگناه را شما به قتل برسانید، مثل این است که تمام بشریت را به قتل رسانید. واقعیتش هم همیه که انسان به امی اندازه ارزش داره، یک فرد به تنهایی خود. آیه قرآن شریف هم است که ولقد کرمنا بنی آدم، در اینجا هیچ مشخصی نکرده که کدام طیفی از مردم کرامت داره، آیا مرد کرامت داره، زن کرامت داره، کدام نژاد و قوم و دین کرامت داره. بنی آدم را آمده کرامت داده در اینجا. ما خب در مورد از این کتاب بیشتر صحبت نمی کنیم چون این کتاب هر وقتی که به چاپ رسید بیشتر صحبت می کنیم در موردش، و همین قسم کتاب دیگری در مورد دموکراسی است، او را هم در نظر داریم که اگر در این زمینه ما موفق شدیم او کتاب را هم به چاپ برسانیم. فعلا همین کتاب ها چی است که ما دوست داریم و در رویای ای هستیم که همین کتاب های ما هم در جامعه تزریق شوه و مفید واقع شوه. بسیار زیاد تشکر. پیامتان به بیننده های ما چیست؟ پیامی ما در بینندگاه ای که هیچ وقتی از کتاب فاصله نگیرید، از علم و دانش فاصله نگیرید، چرا که بحرانی موجود، چرا که بدبختی جامعه ما به خاطر همین جهل است، به خاطر همین است که ما واقعا به او فهم و درک واقعی نرسیدیم. گاهی به ایدئولوژی متکی شده، ایدئولوژی سالم، نه ایدئولوژی که در واقع طراحی شده از سوی جامعه های دیگر ما متکی شدیم. گاهی وقتا به همون معیارهای متکی شدیم که نباید میشد، برای طبق میل بیگانگان رفتار کردیم. کتاب واقعا همون قسمی که ضرب المثلش است بهترین دوست است. هر باری که ما حتی یک سفر صد بار باز کنیم، باز هم با لبخند به ما قصه میگوید، سخن میگوید. واقعا بهترین دوست است. هیچ وقتی از کتاب فاصله نگیره، از علم و دانش فاصله نگیره و دنبالی هم نباشه. واقعا که از علم و دانش خود باید درآمد داشته باشه، چرا که زندگی با علم و دانش، با فهم خود یک ارزش است، خود لذت بخش است برای خود. بسیار زیاد تشکر. در آخر یک چیز نگفته نمانه، کسایی که علاقه من در یک کتاب دریافت کنه چگونه میتونه در یک کتاب دسترسی پیدا کنه؟ یک کتاب هر کسی که علاقه من در مطالعه یک کتاب باشه، در کتاب های در کتاب خانه های شهر از جمله انتشارات جهان اسلام، در دشت برچی از کتاب فروشی اقرا، همون قسم در جوی شیر و پل سرخ و مارکت ملی و اینا یافت میشه اگر علاقه مندی خواندن این کتاب باشه. دوستا و اعضایی که بیرون از کشور است، اگر علاقه مندی در خواندن این کتاب داشتن، درخواست کردن، برایشان پست هم میشه؟ اگر اونا علاقه مندی خواندن این کتاب باشه برایش پست هم میشه، و همین قسم در نظر داریم که کدام سایتی بسازیم که در اون همه فایل کتاب
البته فایل پی دی اف که قابل دستورد نباشد، قابل که بیاید تغییر بده و ممکن باعث خرابی اثر شود، به صورت پی دی افش به صورت غیر قابل دستوردش تلاش میکنیم که در دسترس تمامی افراد قرار بدهیم. خب دوستان و عزیزان، شما اگر علاقه‌مندی و خواندن کتاب داشتین و میخواستین کتاب دریافت کنین، شماره واتساپ ما در تصویر میگذارم. شما از اینجا میتونین با خود آقای شکرالله محبی در تماس شین و از ایشان معلومات بیشتر را دریافت کنین. سپاس از اینکه در این قسمت برنامه با ما همراه بودید. دیگر تشکر میکنیم از آقای محبی که با ما همکاری داشتند و در مورد کتابشان با ما گفتند، در مورد نیازمندی های جامعه با ما گفتند. زنده باشید. سپاس از شما. سلامت باشید.